سلام بچه ها، به کانال ورد آف اکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 10 تایی از تله های واضحی آماده کردم که همه گولشون رو خوردیم. بعضی وقتا بازی ها یک جور تله خیلی زایه جلوی ما قرار میدن که کاملا معلومه چیه، اما هممون گول میخوریم. من امروز به 10 تاشون اشاره میکنم. شماره 10، GTA IV. یکی از قابلیت های خیلی باحالی که داخل بازی GTA IV وجود داشت این بود که یک جور اینترنت مخصوص خودشو داشت و شما میتونستید برید اونجا بگردید. یه سایتی اونجا بود که به هیچ عنوان توصیه نمیشه داخلش برید، سایتی به اسم Little Lacy Surprise Pageant، که خب این سایت یک جورایی حالت پدوفیلی تور داره، چرا که داره در مورد زیبایی دختر بچه ها مینویسه. به هیچ عنوان کلیک کردن روی همچین لینکی اونم توی بازی GTA توصیه نمیشه، اما خیلی ها به خاطر کنجکاوی این کار رو انجام دادن. وقتی داخل سایت میرید متوجه میشید پلیس اون سایت رو بسته و بعد هم به شما میگه IP شما رو پیدا کرده و سراغتون میاد. اینجاست که کاراکتر شما 5 ستاره میشه و حالا مجبورید از دست اون همه پلیس فرار بکنید. و اگر GTA بازی کرده باشید میدونید که پلیس ها توی اون بازی چقدر از GTA وحشی تر هستن. اوکی، باید دهن پدوفیل ها رو سرویس بکنیم، اما اینکه به خاطر کلیک کردن روی لینک انقدر آدم بیافتن دنبالتون دیگه یه ذره دور از انتظاره. شماره 9، Assassin's Creed Valhalla. شما توی بازی Assassin's Creed Valhalla فکر میکنید کار خوبی رو دارید انجام میدید، اما عملا به یک کشور دیگه حمله کردید و خب در طی این حمله وایکینگا کلی از مردم عادی رو هم کشتن که این قضیه یه جا خودش رو نشون میده. خب توی والهالا وقتی که شما به کمپ خودتون برگشتید ببینید که یک نوازنده دورگرد اونجاست و داره برای جنگجوهای شما آهنگ میزنه و خب این آهنگ یک جورایی مشکوکه، چرا که میگه این نوشیدنی ممکنه آخرین نوشیدنی شما باشه. بعدش یکی از جنگجوهایی که اونجاست شما رو دعوت میکنه به یک مسابقه نوشیدنی خوردن که خب بعد از شرکت کردن توی این مسابقه متوجه میشید اون نوشیدنی ها مسموم شده بودن و هر کسی که اونجا بوده و این نوشیدنی رو خورده مرده. این سم توسط همون نوازنده توی نوشیدنی ها ریخته شده، چرا که در طی حمله وایکینگ ها اون همسر خودش رو از دست داده و حالا میخواد 100 تا وایکینگ رو بکشه تا اینطوری انتقام بگیره، که خب مسلما مبارزه کردن با اون برای ایوور نباید کار چندان سختی باشه. شماره 8، مترو 2033. بازی های مترو در نگاه اول فضای خیلی تاریکی دارن. بالاخره به خاطر جنگ اتمی کل روسیه نابود شده، حداقل سطحش نابود شده و شما مجبور هستید توی ایستگاه های مترو زندگی بکنید. با این حال توی بعضی از ایستگاه های متروهای بزرگتر یک سری جذابیت های بصری وجود داره که بهتره حواستون به اونا باشه. به عنوان مثال وقتی که به ایستگاه ریگا رسیدید، یکی از بزرگترین ایستگاه‌های مترو داخل بازی 2033، اونجا شما افراد مختلفی رو می‌بینید که یکی از اونها یه خانم به اسم نیکیه که خب لباساش یه ذره با بقیه فرق داره. اون بهتون میگه که میتونید باهاش به صورت خصوصی صحبت بکنید، فقط کافیه یه مقدار بهش پول بدید، که خب یه ذره عجیب به نظر میرسه. اما شما اگر پول بدید به دنبالش برید داخل یک اتاق میرسید. اون بهتون میگه چشماتون رو ببندید تا یک سورپرایز رو ببینید. خب این سورپرایز اصلا اون چیزی نیست که شما انتظارشو دارید، چرا که بعد این بابا سر میرسه و بعد یه کله میکوبه توی سرتون و شما رو بیهوش میکنه. فقط اینطوری گرفتن شما رو تیغ زدند. شماره 7، Resident Evil. خب یه چیزی که در مورد بازی های Resident Evil حداقل به جز Resident Evil 6 و 5 وجود داره اینه زمانی که شما کلی مهمات پیدا بکنید، این یعنی که یک خبراییه، یعنی قرار به یک باس فایت برسید یا اینکه کلی زامبی سراغتون میاد. به همین دلیل توی بازی اول وقتی که به یک اتاق رفتید و دیدید که یک شاتگان روی دیواره، اونم بدون هیچ چیزی، یه ذره باید بهش مشکوک میشدید. اگر شما این شاتگان رو بردارید و بعد بخواید از اتاق بیرون بیاید میفهمید که این یک تله بوده، چرا که سقف داره به زمین میاد و میخواد شما رو له بکنه. اینجا دو کار میتونید انجام بدید، اینکه برید شاتگان رو بذارید سر جاش یا اینکه اگر به جای کریس بازی بکنید یک شاتگان خراب پیدا بکنید و جای این دوتا رو با هم دیگه عوض بکنید. اما وقتی به جای جیل بازی میکنید زیاد نگران نباشید، چرا که وقتی که فکر میکنید دارید میمیرید بری میاد سراغتون و میدونید با اون دیالوگ معروف نجاتتون میده، اجازه نمیده تبدیل بشید به ساندویچ جیل. شماره 6، Sleeping Dogs. یکی از چیزایی که من طی بازی کردن بازی های ویدیویی بهش رسیدم اینه که به هیچ عنوان گول یک سری از خانم ها رو نباید خورد، چرا که ممکنه اون چیزی که فکر میکنید رو به شما ندن. خب داخل بازی Sleeping Dogs یک چیز وجود داره به اسم Face Experience. شما میتونید با انجام دادن یک سری ماموریت‌های فرعی این قابلیت خودتون رو افزایش بدید. هرچی Face Experience شما بالاتر باشه دمجتون افزایش پیدا میکنه و میتونید بازی رو خیلی راحت‌تر انجام بدید. خب یکی از این ماموریت‌های فرعی یه مقداری باحاله به اسم
فشن ادوایس. شما به یک خانم میرسید که اون بهتون میگه به نظرتون لباسش به اندازه کافی تنگه و همه جاش دیده میشه و بعد شروع میکنه جلوی شما میدونید جست گرفتن. اینجا باید از بازی مترو 2033 یادتون بیاد، چرا که اینم داره سر شما رو کلا میذاره. یهو دوست پسرش میاد میزنه توی سر شما و بعد پولتون رو برمی‌داره و فرار میکنه. حالا شما میتونید دنبال اون یاری برید و پول خودتون رو پس بگیرید. نکته جالب اینه که اون زنه در کمال پررویی به شما میگه هیز. شماره 5، گاتام نایتس. یکی از بازی‌های به شدت ناامید کننده که در سال 2022 عرضه شد بازی گاتام نایت بود. سازنده این بازی استودیو وارنر برادر مونتریال بود، همون کسایی که بازی بتمن آرکام اوریجین رو درست کرده بودن، که خب نسبت به بقیه بازی‌های آرکام یه ذره ضعیف داره. خب ما انتظار خیلی خفنی از اونا نداشتیم، اما اینکه بازیشون انقدر ضعیف باشه دیگه خیلی دور از ذهن بود. یکی از کاراکتری که داخل بازی وجود داره بات گرله، که خب سازنده ها اصلا دوست ندارن شما اونو بگیرید دید بزنید، مخصوصا وقتی که اون پشتش به شماست، چرا که شما اگر به مدت زیاد به پشت این بدبخت نگاه بکنید اون سعی میکنه که با شنل میدونید اونجای خودش رو بپوشونه. و بعد از اینکه این کار رو دو سه بار انجام دادید یک اچیومنت بگیرید به اسم اینکه کجا رو دارید نگاه میکنید. شماره 4، متال گیر سلید 3. داستان بازی متال گیر سلید 3 پریکواله، یعنی اتفاقاتش قبل از بقیه بازی ها رخ داده. در واقع داره به ما نشون میده که اسنیک چجوری تبدیل شده بود به بیگ باس. خب توی این بازی کلی کاراکتر آشنا وجود داره، از جمله اونا میتونیم به آسالات اشاره بکنیم. آسالات حتی توی بازی متال گیر سلید 4 هم حضور داشت و یک باس فایت فوق العاده رو شما با اون انجام میدید. خب در اواخر مراحل اول بازی متال گیر سلید 3 شما در برابر آسالات قرار میگیرید و میتونید اون رو شکست بدید. اون بیهوش میشه و روی زمین میفته، اما شما این امکان رو دارید که اون رو بکشید. ولی خب ما میدونیم که آسالات توی این بازی زنده مونده، چرا که توی بازی‌های بعدی حضور داره. خب اگر شما اون رو بکشید فکر میکنید چه اتفاقی میفته، مخصوصا توی بازی که هیدو کوجیما اون رو درست کرده؟ خب اگر شما منزی کافی به اون بدبخت تیر و یا چاقو بزنید اون میمیره. در همون لحظه بازی گیم اوور میشه، اما این همش نیست، چرا که گروهبان کمبل، همون کسی که توی بازی اول و دوم همیشه با شما صحبت میکرد و توی این بازی حضور نداره، از آینده به شما پیام میده و بهتون میگه با کشتن آسالات شما گرفتید تایملاین رو عوض کردید و آینده همه چیزش به هم ریخته. شماره 3، گتینگ اوور ایت. فکر میکنم همه شما از بازی Getting Over It باید یادتون باشه، یه بازی سخت که توی یک دوره همه استریمرها و یوتیوبرها انش رو در آورده بودن، حتی خود منم یه ویدیو در موردش ساختم. حالا با این کاری نداریم. خب میدونید که توی این بازی به هیچ عنوان نباید به چیزی اعتماد بکنید. به همین دلیل وقتی که شما قسمت‌های زیادی از اون رو بالا رفتید و به این تابلو رسیدید بهتره به حرفش گوش بده، چرا که اینجا یک حالت مار و پله توری وجود داره. یک مار اونجاست و بازی نوشته که به هیچ عنوان روی مار نپرید. خب بهتر که این حرف رو گوش بدید، چرا که اگر بخواید کنجکاوی در بیارید یک جورایی دهنتون سرویس میشه. وقتی که شما روی مار بپرید اون رسما شما رو به همون اول بازی میبره و شما مجبورید همه اون طبقات سخت رو دوباره بالا بیاید. و تازه از این بدتر اینه که این بازی یک رابی داره و بعد از این اتفاق اون شروع میکنه به مسخره کردن شما. شماره 2، توم ریدر. توی بازی اولیه توم ریدر یک تله خیلی باحال وجود داره که من واقعا دوستش دارم، چرا که یک جورایی میاد دانش شما از یونان باستان رو میسنجه. توی اساطیر یونان یک افسانه وجود داره در مورد پادشاه میداس. بعد از اینکه اون به فرزند یکی از خدایان کمک میکنه، به خاطر جایزه از اون خدا میخواد که این قابلیت رو بهش بده تا به هر چی که دست میزنه تبدیل به طلا بشه. و خب اون این قابلیت رو به دست میاره، اما نمیدونست که این قابلیت یک جورایی نفرین هم به حساب میاد، چرا که اون دیگه حالا حتی نمیتونست غذا بخوره، چرا که غذاها تبدیل به طلا میشد. و حتی زمانی که میخواست دختر خودش رو بغل بکنه اون هم به طلا تبدیل شد. خب توی بازی توم ریدر شما میتونید یک مقبره از میداس رو پیدا بکنید که کاملا نابود شده ولی دستش اونجاست. خب خیلی احتمالا از این قضیه اطلاع نداشتم، به همین دلیل سعی کردن روی اون دست بپرم. و از اونجایی که میداس همچین قابلیتی رو داره، لارا کرافت به محض اینکه روی اون دست میپره تبدیل به طلا میشه. شماره 1، شورش در شهر. از شورش در شهر یک یادتون میاد، توی سگا این یکی از بهترین بازی‌هایی بود که عرضه شده بود و فکر میکنم اگه شما سن و سالتون زیاد باشه احتمالاً از اون خاطره دارید. باس آخری که داخل این بازی وجود داره اسمش مستر اکس و رسیدن به اون کار واقعاً دشواریه. در هر حال شما میتونید خودتون رو به مستر اکس برسونید و وظیفتون اینه که اونو شکست بدید، اما مستر اکس بهتون پیشنهاد میده که به اون بپیوندید. منطقاً نباید شما قبول بکنید، اما شاید بعضیا به خودشون بگن اوکی من میخوام برم طرف مستر اکس،
اگر شما این پیشنهاد رو قبول بکنید، اون یک تله رو باز میکنه و شما پایین میافتید. چه اتفاقی میافته؟ میرید به مرحله قبلی و مجبورید همه اون سختی ها رو دوباره طی بکنید تا باز هم به مستر اکس برسید و حالا به صورت واقعی باهاش مبارزه بکنید. آره، تنبیه خیلی بدیه، ولی دقت داشته باشید که توی گتینگ اوورید شما رو میفرستادن به اول بازی. خیلی خوشحالم که توی بازی شورش در شهر یک حداقل همچین بلایی رو سر شما در نمیارند. خب بچه ها، این هم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما مورد دیگه ای سراغ دارید؟ اگر توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر با ویدیو حال کردید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم از خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.